سرانجام بایدن به کاخ سفید رسید، ولی می تواند انتظارها را برآورده کند؟ از کشتار کرونا گرفته تا شکافی که در جامعه آمریکا افتاده، سیاست خارجی آمریکا چقدر برای او مهم است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز اول کاری خود را با 15 فرمان شروع کرد. اولین گام ها برای بازگشت از مسیری که دونالد ترامپ برای آمریکا ترسیم کرده بود. اولویت مقابله با ویروس کرونا بوده و بازگشت به پیمان اقلیمی پاریس. آمریکا تا اینجا بیشتر از 400 هزار مرگ را به دلیل ابتلا به کووید 19 ثبت کرده. بیشترین تلفات برای یک کشور در جهان. ولی بیماری دیگر اختلاف عمیقی است که در جامعه آمریکا افتاده، وضعیتی که واشنگتن را تبدیل به یک دژ نظامی کرده و از نظر امنیتی شبیه پایتخت‌هایی مثل کابل، بغداد و بیروت. از همین حالا فشارها در داخل آمریکا برای اثر گذاشتن بر حرکت جو بایدن مشهود است و کلاف سیاست خارجی سردرگم. بایدن چطور از برگ‌های مذاکره و تحریم در مواجهه با ایران استفاده خواهد کرد؟ در برنامه امروز در این زمینه‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک، داریوش سجادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آریزونا، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل از واشنگتن، و شهریار آهی، تحلیلگر و فعال سیاسی از استکهلم سوئد. خوش آمد میگم به همه میهمانان برنامه. بعد نیست که سوال اول رو از خانم پزشک بپرسم. خانم پزشک، جو بایدن حرف از اتحاد میزد، حرف از این میزد که باید جامعه رو متحد بکنه. فراتر از شعار چه کاری میتونه بکنه؟ فرآیند طولانی خواهد بود، یعنی چیزی نیست که قرار باشه یک شب بتونه این کار رو بکنه. حتی خیلی نمیشه خوشبین بود که در 4 سال ریاست جمهوریش کاملا بتونه این شکاف ها رو التیام ببخشه. ولی شاید یکی از مهمترین کارهایی که میتونه بکنه اینه که طرفداران آقای ترامپ رو بهشون صداهاشون رو بشنوه. و این اتفاقی که الان در ایالات متحده افتاده که عملا آدم‌ها دیگه با هم حرف نمیزنن، اون رو سعی کنه که تا یه حدی التیام ببخشه، به شهرهایی که اونها توش زندگی میکنن بره، سیاست‌گذاری ها و قوانینی که داره سعی میکنه از طریق کنگره به تصویب برسونه، خیلی از اینها قوانینی هست که میتونه زندگی های اونها رو بهبود ببخشه. و اگر این سیاست هایی که محبوبم هستن موفقیت آمیز باشن و بتونه در 2-3 ماه اول یه سری از اینها رو عملی بکنه، ممکنه بتونه یه تعدادی از اینها رو برگردونه به اون صحنه واقعی سیاست، نه این دوتا حبابی که مردم دارن توش زندگی میکنن. یعنی در واقع الان یک کشوری داریم که به دو تکه تقسیم شده و هر کدوم از اینها در اون حباب خودشون زندگی میکنن و هیچ اطلاعی ندارن از اینکه اون طرف چه خبره و یه بخششون اصلا از فکت فاصله گرفتن. حل کردنش ساده نخواهد بود، ولی در دراز مدت با عملی کردن یک سری سیاست های اساسی مثل بیمه درمانی، مثل آموزش و اینکه هزینه آموزش الان خیلی گرون هست در ایالات متحده، کار و همینطور مشکل کووید و اینکه مردم رو بشه قانع کرد که واکسن بزنن و این اعتماد عمومی رو برگردونه، میتونه یک پله‌ای باشه برای اینکه یک التیامی صورت بگیره بین مردم. آقای فرهنگ، واشنگتن تبدیل به یک دژ نظامی شده بود. طرفداران آقای ترامپ نه تنها واشنگتن، نه تنها آمریکا، بلکه جهان رو تکان دادن وقتی که اون تصاویر رو ما در کنگره دیدیم. از نظر شما آقای بایدن چطور میتونه این قشر رو با خودش همراه بکنه؟ اول این قشر بسیار محدوده. اگر مقصودت از کسانی است که از خشونت استفاده کردن و بسیاری از این عناصر افراد فکر میکردن که چون ترامپ اونا رو تشویق کرده بود اینها میتونن دست به این اقدام خلاف قانون بزنن بدون اینکه با قانون گرفتاری داشته باشن، در حالی که بیش از 100 نفر مورد مؤاخذه و دستگیری قرار گرفتن، 40 نفر متهم به کارهای غیرقانونی شدن. دقیقا به این دلیل بود که دیروز در مراسم تحلیف هیچ نوع تظاهراتی بر ضد بایدن نه در واشنگتن نه در هیچ یک از ایالات دیگه اتفاق افتاد. بنابراین اوائل این افراد فکر میکردن که ترامپ پشت اونهاست و به احتمال قریب به یقین برنامه‌ای بود
که این کار انجام بشه و کسانی که پیش قراول حمله و کار غیرقانونی بودن فکر میکردن که ترامپ حامی اونها خواهد بود. من فکر نمی کنم که این مشکل اساسی آمریکا خشونت این گروه های دست راستی باشه. مشکلی که در برابر بایدن وجود داره در واقع توی ماهیت سیستم و ساختار آمریکاست. به این شکل که در آمریکا در تمام کشورهای پیشرفته دموکراتیک نابرابری اقتصادی شدیدتر از هر کشور دیگر است و در این 30 سال گذشته این نابرابری تشدید شده و هر جا که نابرابری اقتصادی و طبقاتی تشدید میشه در کنار اون اختلافات فرهنگی هم ایجاد میشه. بنابراین آقای بایدن اگر بخواد در آغاز ریاست جمهوری خودش بیاد لوایحی رو ارائه بده که این لوایح بتونه از نظر مالیاتی، مثلا یکی از کارهایی که اون میخواد بکنه مالیات کسانی رو که درآمدشون بیش از 400 هزار دلار در سال هست بالا ببره و حتی مالیات طبقات کارگر رو پایین بیاره و بالاتر از اون حق دستمزد رو بیاره به حداقل ساعتی 15 دلار. به احتمال قریب به یقین جمهوری خواهان با این پیشنهادات مخالفت خواهند کرد و اگرچه امروز سنای آمریکا سناتورها اکثریت دارند ولی در قالب لوایحی که در سنای آمریکا مطرح میشه خصوصا وقتی مربوط به بودجه است باید حداقل 60 رأی بیاره که مناظره به پایان برسه و بنابراین جمهوری خواهان هستند که آیا میخوان این ناملایمات و نارضایتی های مردم باش راه حلی براش پیدا بشه و یا نمیخوان که بایدن این موفقیت رو به دست بیاره که در انتخابات آینده بتونه به عنوان یک دستاورد در مبارزات انتخاباتی ازش استفاده بکنه. و این واقعا ماهیت این تنها دموکراسی دنیاست که در واقع رأی اکثریت الزاماً نمیتونه پیشبرد برنامه های دولت سر. آقای سجادی، ما وقتی در مورد تاریخ آمریکا صحبت میکنیم دو قطبی و شکاف در جامعه آمریکا پدیده غریبی نیست. در بر سر مسائل متعددی جامعه آمریکا هر از گاهی درگیر اختلاف بوده. آنچه که الان میبینیم چقدر از نظر ماهیت متفاوت هست با گذشته؟ اولا من عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان و بینندگان محترمتون. فی الواقع حرف شما به نوعی درست است و در این حالی که بخوام بگم اون دو قطبی که از قبل مشهور چندان دو قطبی با اصالتی نبود و بیشتر میتونم بگم تصنعی بود که بین دو قطبای سیاسی دموکرات و جمهوری خواه یا بازها و کبوترها شکل گرفته بود، اما با ظهور پدیده ترامپ و ترامپیسم ما مواجه شدیم با یک سه قطبی. در واقع سه قطبی که ترامپ تونست برونریخ کنه و قول رو از بطری خارج کنه و در حال حاضر این قول خارج شده از بطری به صورت اجتماع ناپذیر خودش رو تحمیل ساختار سیاسی کرده. من میخوام اینجا این نکته رو تأکید کنم که ترامپ هرچند انتخابات رو باخت اما به نوعی به برنده ترین بازنده محسوب شد چون تونست 74 میلیون رای شهروندان رو پشت خودش ذخیره کنه و این نشون بوده که پدیده ترامپیس پدیده جدی که تونست توده‌هایی رو در جامعه و شهروندان آمریکایی رو مورد خطاب قرار بده که تا پیش از اون دیده نمی‌شدن. و اما اینجا من تصور می‌کنم این پدیده قبل از اینکه پدیده سیاسی باشه یا بشه اونو در چارچوب روابط حزبی تلقی کرد به نوع نگاه در واقع شهروندی در آمریکا تکیه داره. ببینید ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا جمله معروفی داره در یکی از کتاباش که میگه در آمریکا پول همه چیز نیست بلکه تنها چیزه و متاسفانه شهروند ایالات متحده به نوعی با پول سالاری تعریف شده بود و همین پول سالاری باعث شده که تودهای بسیار زیادی دیده نشن که اکثرا متعلق به اقشار محروم جامعه بودن و ترامپ تونست اونها رو ببینه و یک ناسیونالیسم ملی رو در مقابل گلوبالیزیشنی که تبدیل به نرم شده در آمریکا رو زنده کنه. بنابراین این کار سختیه. چرا؟ چون طرفداران ترامپ فلوگ از ترامپ هم گذاشتن یک نگاه ایدئولوژیک بین دو طرف حاکم شده و حرفای هم دیگر نمیفهمن نمیشنون و نه قبول دارن. بنابراین آقای بایدن برای اینکه بتونه مسئله حل کنه چاره ای نداره که به پدیده ترامپیست توجه بیشتری تک بکنه و بتونه با یک تجدید نظر در تعریف شهروندی بر اساس منویات و واقعیت های فعلی اون مسئله رو به نوعی اول آسیب شناسی کنه و بعد بتونه حل کنه.
آیا شما چی فکر میکنید؟ آیا شما موافقید که گویا مسئله خیلی جدیتر از این حرف هاست، برمیگرده از جهاتی به ساختار، برمیگرده به تلقی های بسیار پایه و اساسی در نظام سیاسی آمریکا؟ من موافقم با آقای سجادی که مسئله عمیق‌تر از این است. 74 میلیون رأی آقای ترامپ رو نباید دست کم گرفت. حالا میشه وارد تحلیلات دیگری شد که یک کارایی در شبکه‌های اجتماعی انجام شد که اگه نشده بود آقای ترامپ حتی میبرد. ولی این رو هم قبول دارم که این مهمترین اختلاف و شکاف توی آمریکا نیست. آمریکا یه جنگ داخلی داشت که در اون تعداد کشته شده ها بیشتر از همه جنگ های خارجی آمریکا بود. اینقدر از هم دیگه کشتن. یا اختلاف بین دوتا رئیس جمهور یا کاندید رئیس جمهور، آرون بر و الکساندر همیلتون با هم که دوئل کردن، یکی اون یکی رو کشت اصلا با دوئل با هفت‌تیر. اما دیاگنوز آقای دکتر فرهنگ رو قبول دارم، مسئله اقتصادی خیلی مهم هست، ولی تنها مسئله نیست. 30 سال پیش مردم آمریکا شب برمیگشتن سر کارخونه‌شون، منبع خبرشون، اطلاعاتشون 3 تا برنامه خبری NBC، CBS و ABC بود. 3 جایی که فریختگان میشستن، مطالعه میکردن، حرفا رو جمع و جور میکردن، سر به سر میکردن و یه چیزی رو در این سیلوهای اطلاعاتی و خبررسانی از بالا به پایین منتقل میکردن. امروز همه این ارتباطات افقی شده، یعنی هر کسی به همفکرهای خودش گوش میکنه و این موجب میشه که هر تعصبی داره، هر مشکلی داره تشدید پیدا بکنه و این قطبی شدن و تیکه تیکه شدن بخش‌های مختلف اجتماع تشدید پیدا بکنه. این مشکل بزرگیه که حالا فقط در آمریکا هم نخواهد بود، گریبانگیر دموکراسی‌های بزرگ دیگر هم خواهد شد. خانم پزشک، شما گفتید که باید مثلا بیمه درمانی رو توسعه بدن، به آموزش فکر بکنن، ایجاد کار، ولی ما میدونیم که بسیاری از کسانی که به آقای ترامپ رأی دادند یا همراه بودند با آقای ترامپ بر اساس تحلیل شما باید به ادامه دوره اوباما رأی میدادند. اوباما کسی بود که بیمه درمانی همگانی اوباما رو مطرح کرد، در زمان او اقتصاد خب رشد بسیار بالایی داشت، ولی چطور هست که طبقات فرودست جامعه با 1 میلیاردر رابطه برقرار کردند و الان هم به نظر میاد که به امر او ریختند و حتی کنگره رو میخواستن تسخیر کنند؟ میگم چند تا وجه داره این سوالی که پرسیدین. یکی از بزرگترین دلایلش بد بودن و ضعیف بودن دموکرات‌ها در انتقال پیامه. یعنی دقیقاً اگر دموکرات‌ها، شما اگر نگاه بکنید حتی در فلوریدا همین انتخاباتی که گذشت، یکی از موضوعاتی که تصویب شده بود اگر اشتباه نکنم این مینیمم ویج بود که حداقل دستمزد، اکثر مردمش رأی دادن، ولی خب آقای ترامپ مخالفش بود. ایالتی که با آقای ترامپ رأی داد وقتی در مورد مسائل داشتن رأی میدادن، به گزینه رأی دادن که آقای ترامپ و حزبش مخالفش بودن. این نشون میده که خب دموکرات ها در انتقال پیام خیلی ضعیفتر هستن و در طول سالها این بارها اتفاق افتاده. در مورد اینکه چرا آقای اوباما و سیاست هاش ادامه پیدا نکرد و آقای ترامپ برنده شد، فکر کنم انتخابات سال 2016 کمی متفاوت بود، چون خانم هیلاری کلینتون به هر حال یک سابقه ای داشت، تونسته بودن در طول سالها خیلی تبلیغاتی در طول دهه ها علیهش انجام بدن که مردم پذیرفته بودن. خودش شاید کاندیدای خوبی نبودی، بخشیش ممکنه به زن ستیزی برگرده، ولی در حال حاضر من کاملا این ضعف رو هنوز در دموکرات ها مشهود میبینم که نمیتونن پیامشون رو به اون خوبی که رسانه های جریان اصلی اتفاقا همراه بودن با دموکرات ها. میدونیم که غیر از فاکس نیوز و رسانه های مدرن هم، یعنی مشکل انتقال پیام برای دموکرات ها چی بود؟ نه، مسئله ابزار نیست، مسئله شیوه انتقال. شما نگاه بکنین آقای ترامپ خیلی ساده و خیلی راحت میتونه حتی واقعیت رو جوری که نیست جلوه بده و به شیوه بیان بکنه که با اون افراد ارتباط
برقرار بکنه. دموکرات ها یکی از انتقاداتی که نسبت بهشون و کلن نسبت به چپ در ایالات متحده میشه این هست که از بالا به پایین صحبت میکنن، یک چیزی رو که خیلی راحت میشه توضیح داد خیلی میپیچونن و نمیتونن مستقیم و به زبان ساده بیان بکنن. در این حال همطوری که آقای آهی الان گفتن میکنن، یک نکته خیلی مهم مسئله سوشال میدیاست و اینکه تیکه تیکه شده. یعنی مهم نیست که این، یعنی شما میفهمید که اینا یه ابزار جدید پیدا کردن، بلی یه ابزار جدیدی برای انتقال پیام پیدا کردن، هر کسی میتونه تولید محتوا بکنه، بسیار هر کسی میتونه جذب بکنه و دیگه حقیقت معنای پیدا نمیکنه. یک کوتاه فقط این رو بگم که خیلی از اخباری که صحت نداره خیلی سریع پخش میشه، ولی وقتی تصحیح میشه اونها اصلا دیگه دیده نمیشه. اینها مسئله است که باعث میشه تشدید بشه این اخباری که ممکنه صحت نداشته باشه و آدمهایی که همفکران خودشون رو پیدا میکنن و دیگه به این رسانه‌های جریان اصلی کاری ندارن. آقای فرهنگ، شما فرمودید که عده کمی دست به خشونت زدن، ولی خب 25,000 نفر در روز مراسم تحلیف در واشنگتن بودند. گارد ملی در سراسر کشور، ارتش در سراسر کشور به حالت آماده باش در اومده بود. فکر نمی کنید که این نوک قله یخ باشه، همونطور که آقای آهی هم اشاره کردن، آقای سجادی هم که کمابیش در حرفاشون بود و مسئله بسیار گسترده تر از این حرف هاست؟ بله گسترده تر هست. من فقط راجع به خشونت صحبت میکردم، یعنی قانون شکنی. آخه فقط هم خشونت نیست آقای فرهنگ، مثلا عده زیادی از افرادی که در کمپ یا در اردوگاه آقای ترامپ بودن معتقد به نظریه های مثلا تئوری توطئه بودن، معتقد بودن که واکسن کار نمیکنه، یا معتقد بودن که نباید به این شکل به سیستم و به این ساختار اعتماد کرد. ببینید یکی از تاکتیک های پوپولیسم اینه که بیان از نارضایتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در جامعه هست استفاده بکنن. این کار رو ترامپ به شکل خیلی موفقیت آمیزی انجام داد و بالاتر از اون بگن که دولت به دلیل بی‌لیاقتی یا عدم کارایی توانایی حل مسائل رو نداره، ولی این پوپولیستا بدون اینکه کوچکترین راهی برای حل و فصل مسائل و یا بحران‌ها داشته باشه، مثلا آقای ترامپ اومد از برنامه بهداشت عمومی پرزیدنت اوباما انتقاد کرد ولی کوچکترین بدیلی ارائه نداد. دوم اینکه همونطور که من اشاره کردم در پاسخم به سوال اول شما، این اختلافات در آمریکا هم جنبه اقتصادی یعنی شکاف عظیم طبقاتی داره و هم فرهنگی داره. مثلا 30% از رای دهندگان به آقای ترامپ متعصبین مذهبی یا حزب اللهی های آمریکایی هستند که برای اینها مسئله سقط جنین بی نهایت مهمه. طبقه فرد میتونه کارگر باشه و بتونه بهره مند بشه از اینکه دستمزد او از ساعت به جای 7 دلار 8 دلار در ساعت به 15 دلار برسه، ولی تحت تاثیر کلیسای خودش مسئله سقط جنین براش اهمیت بیشتری داره. یا نژاد پرستی در جنوب آمریکا، اگرچه آمریکا از جهت حقوقی پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشته در این 30-40 سال گذشته، به امروز در کنگره آمریکا بیش از 55 عضو مجلس نمایندگان آمریکا سیاه‌پوستند، معاون رئیس جمهور آمریکا یک انسان سیاه‌پوست، پیشرفت‌ها بسیار خیلی زیاد بود. ولی وقتی باز به جنوب آمریکا میرین، ایالات جنوبی، خیلی جالبه که یکی از پرچم‌هایی رو که وارد کاخ وارد کنگره آمریکا کردن، پرچم جنگ داخلی آمریکا مال 1960 بود، یعنی کسانی که میخواد از بردگی دفاع میکردن این پرچم بردگی رو برده بودن توی کنگره آمریکا. بنابراین این مشکلی که دموکرات ها با شوبر وستن به طور کل نیروهای مترقی فقط یک امر اقتصاد همونطور که آقای آهی فرمودن به درستی، اون یک بعد قضیه است، ولی هماهنگ اون و به موازات اون یک نوع نارضایتی ها، یه نوع به اصطلاح الینیشن، تنهایی فرهنگی ایجاد شده که مثلا یه عده‌ای در آمریکا مسئله این که بخوان تفنگ داشته باشن و هیچ نوع محدودیتی برای خرید تفنگ در آمریکا نباشه، میتونید به جای شکلات خریدن شما برید یه تفنگی بخرید که فقط توی جنگ ازش استفاده می‌کنید. انقدر این موضوع براشون مهمه و این موضوع انقدر از نظر اقتصادی
برای سازندگان این اسلحه ها مهمه که بیش از 17 بیلیون دلار در سال فروش این تفنگ ها بوده، پولای بزرگی خرج میکنن به اون رنگ. بنابراین بسیاری از این رای دهندگان، رای دهندگان تک مسئله ای هستن و یا بخشای از جامعه آمریکا هستن که چون او اومد مالیات رو طوری کرد که 1 تریلیون دلار به ثروتمندان آمریکا کمک کرد، به اون دلیل بهش رای میدن. ما نمیتونیم راجع به انگیزه های کسانی که به ترامپ رای میدن کلی بافی بکنیم، باید بشکافیم به انگیزه های خاص اونها از جهت فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاست خارجی، تا ببینیم برخورد با اونها به چه شکلی میتونه موثر باشه. من باید سوال بعدی رو از آقای سجادی بپرسم، ولی اجازه بدید که یک مقداری مفهومی بحث بکنیم. فکر میکنم مناسب تره که از آقای آهی سوال بعد رو بپرسم و بعد از اون از آقای سجادی جنبندیشون رو بپرسم. آقای آهی شما هم ارزیابی آقای فرهنگ رو قبول دارید که گویا ما نوعی کشمکش بین نیروهای مترقی و نیروهای مخالف اونها یا نیروهای مقابل اونها دیدیم در آمریکا؟ اگه بخوایم ارزشی برخورد بکنیم، خب خیلی ارزش‌های من مثل ارزش‌های آقای فرهنگه، ولی اگر واقعیت رو قبول بکنیم که بخشی از آمریکایی‌ها اونجوری فکر می‌کنن، بخشی از آمریکایی‌ها اینجوری، اون وقت مشکل رو بهتر بررسی می‌کنیم. والا اون وقت بحث اون فقط محکوم کردن این عده‌ای میشه، 74 میلیون نفری میشه که به آقای ترامپ رأی دادن. آیا بحث ارزشی میخواییم بکنیم یا تحلیل عمق مشکل آمریکا رو میخواییم بکنیم؟ در هر صورت ما مشکلی داریم که این مشکل اگر نگاه بکنیم به صحنه باعث یه سری واقعیت‌هایی شده در جامعه آمریکا، باعث یه سری تحولات و اتفاقهایی شده. وقتی به مسائل روز هم نگاه میکنیم، یک رئیس جمهوری قبول نداره که باخته، نمیخواد بره و بعد به طرفدارای خودش هم میگه که آقا بریزید کنگره به خاطر اینکه نگذارید اینها رقیب من رو که با تقلب سر کار اومده تایید بکنن. ممکنه که مسئله ایدئولوژیک باشه، ممکنه مسئله اعتقادی باشه، اونطور که آقای فرهنگ هم گفتن یک تقابلی باشه بین نیروهای مترقی تر جامعه و نیروهایی که ممکنه در اون شکل غالب قرار نگیرن، ولی ترجمه اون در مسائل روز چنین چیزهایی میشه. تمام دنیا هم نظارگن، آمریکا هم به عنوان یک کشوری است که بسیاری به اون نگاه میکنند. ببینین، دولت آمریکا مشروعیت خودشو در میان مردم آمریکا از دست داده. این رو من یه بحث تکنیکی دارم میکنم. چند وقت پیش من چک کردم مقبولیت کنگره که قوانینی رو وضع میکنه که حکومت بر اون مبنا کار میکنه 13% مقبولیت داشت. یعنی مردم آمریکا راضی نیستن از این دولت. همین پیو ریسرچ که همین تحقیق رو در آمریکا کرده بود میگه مقبولیت دولت چین از مردم چین 78%. خب راضی نیستن از این دولت، بنابراین سوار یه موج اعتراضی به دولت میشه آقای ترامپ و با وعده دادن به این که این دولت رو کوچیک میکنم، در حالی که دموکرات ها این همین دولت رو که شما قبول ندارین میخواد بزرگتر بکنه، یه آرایی رو جلب میکنه. حالا مشکل اینه که چرا بازده دولت آمریکا که اینقدر مالیات میگیره ولی هنوز دانشگاهتون مجانی نیست مثل اروپا، هنوز برای طب اینقدر باید خرج بکنید و مسائل دیگر، یه مشکل واقعی وجود داره بین مردم آمریکا و دولت آمریکا. شما یه چالش میبینید بین مردم و حاکمیت. آقای سجادی، من ارزیابی می بود که شاید نظر شما این باشه، از حرفای شما من اینطور میفهمیدم که مسئله تا حد زیادی ساختاریه، ولی نباید فراموش بکنیم که وقتی کسی مثل آقای ترامپ که فرد ضعیفی هم نیست نخواست قدرت رو رها بکنه و نخواست به اون به ملزومات حاکمیت تن بده، به راحتی از صحنه حذف شد. یعنی به شکلی بسیار عجیب این سیستم و این ساختار نشون داد که در مقابل تمرد تا چه اندازه قویه. من برای پاسخ به فرموش شما موظفم این نکته رو تاکید کنم که ترامپ دلیل این اتفاقات نبود، بلکه خودش به نوعی مدلول این مسئله بود. ما یک زخمی داشتیم، یک چیزایی داشتیم که مدت‌ها زیر قالی مونده بود، زیر
فرش مونده بود و ترامپ تنها تونست اونو برمورخ کنه. ببینید آیه موسوی، ما در وقتی در رابطه آمریکا صحبت میکنیم، آمریکای دهه 60، آمریکای دهه 70، آمریکای دهه 80، آمریکای خوشبخت تلقی میشد، آمریکایی که با دیزیلند تعریف میشد، با وکیشن تعریف میشد، با پاسپورت معتبر تعریف میشد که شهروند آمریکایی فخر فروشی میکرد به دنیا. اما همین آمریکا از سال 2005 به این طرف به جایی رسید که برژنسکی تیم مقاله‌ای که نوشت جورج دبلیو بوش رو مخاطب قرار داد بعد از 11 سپتامبر که تو چه کردی با هژمونی با اتوریته به احترام ایالات متحده، که الان سفیر فرانسه هم دیگه هر رئیس جمهور ما رو نمی‌خونه، در حالی که موقعی سفیر ما در فرانسه به رئیس جمهور فرانسه تغییر کرد. میخوام بگم که اون هژمونی، اون هیمنه، اون محبوبیت آمریکا متأثر از سری مناسبات شکست. مناسبات رو همونطور در سوال قبلی هم عرض کردم، به دلیل ساختار پورسالاری که آمریکا داشت، شهروند بر اساس خوشبختیش بر اساس حاکمیت پول و تمول مالی تعریف می‌شد و از 2007 این شکست، این اتوریته اقتصادی شکست. درست آمریکا کماکان ابر قدرت نظامیه، اما چین به عنوان قدرت برتر جایگزین شده با آمریکا، هنوز نتونسته اون توانمندی مالیشو برای شهروندانی که یک موقعی با اون مینازیدن، الان شهروند در آمریکا یک شیفت، دو شیفت، سه شیفت داره کار میکنه که بتونه بیل آخر هفتهشو بده، برخلاف قبلی دنبال وکیشن بود. و ترامپ تونست با زخم زدن بر این، در واقع با نیشتر زدن بر این زخم، ترشابه ای رو بیرون بریزه که این ترشابه مدت ها مونده بود زیر. به اعتبار همین هم است که میخوام بگم این مشکل، مشکل جدی تری و از ترامپ گذشته. ترامپ تنها کسی بود که تونست این وسط رو با پمپ کردن یک ناسیونالیست جایگزین کنه در مقابل همطور که عرض کردم گلوبالیستی که سودش تو دهن شهروند دیگه نمیره، بلکه کارتل ها و تراست های رو تغذیه کرده و میکنه که سرریزی در بدن شهروندی نداره. آقای سجاد، وقت بایدن کسی هست که بتونه به این زخمی که شما اشاره کردید بهش نشتر زده شد مرهم بگذاره؟ من تصور نمیکنم، نمیخوام بگم شدنی نیست، ولی کار بسیار سختی و بایدن در اندازه های این قضیه نیست، به خاطر اینکه اولا ایشون از یک ساختار کلاسیک سنتی سیاست آمریکا برون اومده و حرف نوعی این ساختار سیاسی که اگر داشتن قبلا زده بودن. به این اعتبار من معتقدم که ما در آینده میتونیم شاهد این باشیم که ترامپ و ترامپیست حرف نوعی رو در این ساختار بزنه و بتونه مناسبات سیاسی رو تحت تاثیر قرار بده، حداقل چوب و چرخ هر دولت مرد قرار بده که بخوان ندیده بگیرن اون قشر رو که حالا درست یا غلط ترامپ به نوعی سخنگو اونا شده. خب بیزه بدید که وارد بخش دوم گفتگو بشیم، سیاست خارجی آمریکا، که به نظر میاد بحثی است بسیار مهم با برای بیننده های ما، خصوصا مسئله ایران رو اگر بهش اشاره بکنیم. خانم پزشک، از یک طرف ما بایدنی رو داریم که یک تیم مذاکره رو تشکیل داده، یعنی ما شورای وقتی مشاور امنیت ملیش رو میبینیم، وقتی وزیر خارجهش رو میبینیم، وقتی رئیس CIA رو میبینیم، وقتی که حتی معاونان وزیر خارجه رو میبینیم، اینها مذاکره کنندگان درجه یکی بودن و اتفاقا همشون هم در زمینه ایران یا متخصصن یا گفتگو کردن یا میشناسن. آیا از این چینش میشه فهمید که آقای بایدن تمام تمرکزش رو بر گفتگو با ایران خواهد گذاشت؟ احتمالاً تمرکزش بر گفتگو با ایران خواهد بود، ولی به این معنی نیست که این شیوه عمل میکنه، موفق میشه و نتیجه میده و آقای بایدن و تیم شیوهشون رو تغییر نخواهند داد. یعنی یه بخش این ماجرا تیم آقای بایدن، یه بخش این ماجرا ایران، یه بخش این ماجرا کسانی هستند که مخالف هر گونه مذاکره بین این دو کشورن، چه تندروهای راستگرا در ایالات متحده، چه اسرائیل و لابیش در ایالات متحده، چه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و لابیاشون در ایالات متحده. یعنی فقط این نیستش که توانستن و خواستن آقای بایدن باشه، این هست که شرایط چطور پیش میره و با این که ما در ایالات متحده باش چالش های جدی درگیر هستیم که آقای بایدن اول باید اونها رو حل و فصل بکنه و خیلی سخت هست که بشه تصور کرد که خب اگر که ایران قرار باشه همین مسیری رو که الان داره پیش میره ادامه بده، اون وقت آقای بایدن هم همین شیوه گفتگو رو بخواد پیش ببره. من فکر میکنم که تلاش آقای بایدن، خصوصا بدین که به هر حال برجام میراث و دستاورد تیم آقای بایدن، تیم آقای اوباما و همون آقای بایدن بوده، بخوان که یک موفقیتی داشته باشن و برجام رو زنده کنن و حتی فراتر از اون برن و این رو به عنوان یک سمبل پیروزی دیپلماسی امریکا نگه دارن. ولی اینکه چقدر موفق باشن فقط به آقای بایدن و تیمش بستگی نداره، همونطور که گفتم موضوعات دیگه هم هست. یه نکته من در مورد بحث قبل اشاره بکنم، شما گفتین که آقای ترامپ رو کنار گذاشتم، من فکر می‌کنم
این خیلی در ماهای آینده شاید ببینیم آقای ترامپ خیلی بعیده که از صحنه کنار بره، یعنی میشه انتظار داشت آقای ترامپ کماکان تاثیرگذار بشه حتی در صحنه سیاست خارجی، خصوصا در مورد برجام و سیاست داخلی خب به طور عام‌تر، و فکر نمی‌کنم به این راحتی حزب جمهوری‌خواه بتونه آقای ترامپ رو کنار بگذاره و تاثیرش رو کنار بگذاره. حتی چون خود آقای ترامپ هم گفت که ما به هر نحوی که شده برمیگردیم و به نظر میاد که داره خودش رو گرم میکنه، حالا در اون خانه اعیانی خودش در فلوریدا. آقای فرهنگ، آیا میشه گفت که روحانیون در ایران، آیت الله ها در ایران، نظام حاکم در ایران قصر در رفت، به خاطر اینکه اینا فکر میکردند ممکنه فشار حد اکثری کار رو بسیار به جاهای باریک بکشه بکشونه، ولی حالا احتمالاً اونها نفس راحتی خواهند کشید؟ بسیار بعیده. توجه داشتیم اولویت بایدن و به طور کلی اولویت متخصصین سیاست خارجی در آمریکا مهار کردن برنامه هسته‌ای ایرانه، ولی نه به این معنا که نگرانی ها و اعتراضاتشون به ایران در منطقه تموم شده باشه. میخوان به این اولویت بدن، برای اینکه اگر ایران بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، در اون موقع برخورد با ایران یک کیفیت جدیدی خواهد داشت. بنابراین اگر مشکل اساسی که ایران با آمریکا و یا دنیا داره اینه که هنوز سخت نیاز به دشمن داره، و نیاز به دشمن در ماهیت ولایت فقیه از خمینی بگیریم تا امروز بیاد، در منطقه اسرائیل و در سطح جهان غرب به طور اعم و آمریکا به طور اخصه. ولی اون چیزی که ایران باید بدونه در رابطه با مذاکره با آمریکا و یا کشورهای اروپایی اینه که هر جلسه ای که اینها دور هم جمع میشن صحبت بکنن، یک اصطلاحی در آمریکا انگلیسی هست، میگن the elephant in the room، یعنی یک فیل توی اتاق. اون فیل اسرائیله. تا زمانی که ایران میخواد اسرائیل رو نابود بکنه و به حزب الله کمک های مادی و نظامی میکنه که به موشک به اونها میده، تا این کار رو میخواد بکنه به طور اجتناب ناپذیر با اسرائیل در تقابل خشن خواهد بود که گهگاه به خشونت هم کشیده میشه که هر روزانه ما اون رو میبینیم. و وقتی این اتفاق میفته دست راستی های اسرائیل عجیب تقویت میشن. هر وقت که امنیت یک جامعه مورد نگرانی وسیع مردمه، دست راستی ها ازش برخوردار میشه. و وقتی این اتفاق میفته طرفداران اسرائیل در آمریکا نفوذ خیلی بیشتری پیدا میکنن، برای اینکه دفاع از موجودیت و امنیت اسرائیل در آمریکا اجماع وجود داره. بنابراین این ایرانه که اگر تغییری بخواد در روابط خارجی ایران ایجاد بشه، این ایرانه که باید پایان بده به این دشمن. نیازی نیست که اسرائیل رو بپذیره و یا کلی بافی راجع به دفاع از فلسطینیان نکنه، ولی بخواد اسرائیل رو نابود بکنه و در سوریه پایگاه‌های نظامی درست بکنه، به حزب الله موشک بفرسته، این به طور اجتناب ناپذیر این تقابل ادامه خواهد داشت و آمریکا در حمایت از اسرائیل و بر ضد ایران کار خواهد کرد. حتی اگر سعی بکنه که در کنار این مسئله برنامه بر هسته ایران رو مهار بکنه، ولی به هیچ وجه تحریم ها به اون شکلی که ایران میخواد پایان پیدا نمیکنه. ایران نمیتونه روابط عادی تجاری اقتصادی با دنیا داشته باشه یا جلب سرمایه بکنه. سرمایه نیاز به امنیت داره. خب آقای منصور، آقای فرهنگ، آقای فرهنگ، شما فکر میکنید که مثلا یک کمی که بگذره از حالا مذاکرات احتمالی، بلافاصله تیم بایدن هم میگن که آقا همه گزینه ها رو میزه؟ به طور مسلم، به طور مسلم. یه نکته ای براتون میگم، امروز رئیس سنای آمریکا شومر، این کسی بود که با برجام مخالف بود و تن یکی از دموکرات‌های استثنا بود که به طور علنی با برجام مخالف بود، برای این میگفت ماهیت رژیم ایران بر ضد اسرائیل، بر ضد امنیت منطقه است. بنابراین ما تحت هیچ عنوانی نباید وارد ایران، البته در کنگره آمریکا محبوب نیست، به دشمنان درجه یکی داره، کاملا حق دارید. ولی آقای سجاد، شما نظرتون چیه در مورد حرفایی که آقای فرهنگ زدند؟ نه، من به اون صورت همدلی ندارم با جناب فرهنگ. ببینید، شما اگر به سخنرانی دیروز آقای بایدن هم توجه کنید، در مراسم تحلیف
دقیقا میتونم بگم 90% سخنرانیشون مسائل داخلی آمریکا بود. بینشون بوده که سیاست خارجی در حال حاضر اولویت بایدن نیست و تمام تمرکز رو مسئله کرونا، مسئله اقتصاد گذاشته و اگر هم بخواد به سیاست خارجی بپردازه اولویت ها جای دیگه است. ایران در تایسن، یعنی چین مسئله شما مهمتر واسه بایدن یا روسیه. اما به معنی نیست که ایران ندیده انگاشته بشه، اما واقعیت اینه که در حال حاضر اون چیزی که تعیین کننده است در مناسبات دو کشور در حوزه سیاست خارجی، صرف نظر از اینکه بایدن یا ترامپ برنده به انتخابات شدن، مهم انتخابات 1400 ایرانه که چه کسی در کاخ ریاست جمهوری ایران به مصدر قدرت میرسه و اون موقع صورت مسئله تغییر میکنه. به اعتبار اینکه میخوام بگم که اگر در انتخابات 1400 در ایران یک جناح نزدیک به هرم قدرت باشه، ایران قدر مسلم در مذاکرات با اختیار تام رئیس جمهور وارد میشه. اما اگر گزینه غیر از این باشه، حالا باید بررسی کرد که حالا چه کسی اومده بالا و چه کرده. آقای سجادی، بعد از اتفاقی که برای آقای احمدی نژاد افتاد، قبلش برای آقای خاتمی افتاد، الان برای آقای روحانی افتاد، فکر میکنید کسی در بیرون دولت در ایران رو جدی میگیره؟ کسی فکر میکنه که این انتخابات مثلا یک رقابت واقعی است؟ بله، میخوام بگم اتفاقا این تجربه هایی که انجام شد نشون بوده که ساختار قدرت در ایران در واقع رو میشه پیش بینی کرد. ببین این مثالی که شما زدین اتفاقا دقیقا در مؤید اراز بنده است که هم آقای خاتمی هم آقای حتی هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد و روحانی اینا به مجرد اینکه وارد کاخ ریاست جمهوری شدن سر ناسازگاری و هیئت حاکمه و رهبری به نوعی بود شدن. با توجه به که قانون اساسی صراحتا اعلام کرده بود که تعیین کننده سیاست های کلان با رهبریه، اما تا این لحظه ما تجربه یک رئیس جمهوری که در چارچوب مناسبات قدرت همدلی با رهبری داشته شده نداشتیم. حتی احمدی نژاد که شما سازن اتفاقا احمدی نژاد نشون داد سرکش ترین رئیس جمهور بود در رئیس جمهور آینده. به این اعتبار میخوام بگم که اگر ما از دل ارگان های انقلابی در 1400 شاهد روی کارمندان یک رئیس جمهور باشیم که در مناسبات قدرت هم سویه آشکار با رهبری داشته باشه، حالا معادلات سیاست خارجی تفاوت میکنه و ما معتقدم حتی این افزایش کانتریبیوشنی که افزایش دادن بهره وریش رو در تنز خودش مصدر یک مذاکره مجددی میتونه باشه توسط رئیس جمهوری که مورد وثوق ساختار قدرت باشه. اما باز تاکید میکنم اولویت بایدن در حال حاضر نه ایران نه سیاست خارجی و بیشتر تمرکز روی مسائل داخلی آمریکا داره. آقای سجادی ببخشید، ما اگر نگاه بکنیم به تیمی که سیاست خارجی آمریکا رو تدوین میکنه، آنتونی بلینکن، ویلیام برن، جیک سالیوان، خانم اشتون، اینا بخش بزرگی از پروفایلشون اصطلاحاً یا شخصیت سیاسیشون حول مسئله ایران شکل گرفته. این نشانه ها چرا فکر میکنید که این نشانه ها کافی نیست که ایران یکی از اولویت های اصلی است در سیاست خارجی آمریکا؟ مثلا خود بایدن دیروز تو نطقش، اگر پلتفرم موازش قرار بدیم، بایدن در نطق دیروز گذشتهش در مراسم تحریف صراحتا تمام تاکید بیشتر تاکیداتش مهم بود رو مسائل داخلی بود، کرونا بود، رو اقتصاد بود. من نمیخوام بگم سیاست خارجی نهادی انگاشته میشه، اما در برخلاف دوران ترامپ از اولویت های اصلیش در میاد، تلاشش میکنه در صرف مسائل داخلی بکنه. خیلی بخون هنر کران سر قضیه ایران، تحریم های ثانویه رو اگر بتونن مبنای مذاکرات قرار بدن. آقای آهی، از یک طرف دولت آقای بایدن میخواد برگرده به برجام، میدونیم قرائنی هست که لازمش اینه که تحریم ها رو برداره، یه بخشی از تحریم ها رو یا بخش مهمی از تحریم ها رو برداره. از طرفی هم ما میدونیم که برداشتن این تحریم ها ممکنه که البته پیامدهای برای مردم داشته باشه، امکانات و شرایط رو برای مردم کم و بیش بهتر بکنه، ولی به معنای منابع مالی بیشتر در اختیار حکومت گذاشتنه. چقدر دستش بازه؟ به نظر شما آیا خودش رو در میان یک انتخاب بسیار سخت نمیبینه؟ انتخاب سختی است. من همدلی با آقای دکتر فرهنگ دارم اینجا. مشکل اساسی سیاست های منطقه ایران نیاز جمهوری اسلامی به داشتن یک دشمن که روسیه هم از این استفاده های میکنه. اما در بد و امر دولت آمریکا میتونه هم سیاست خارجیش رو اداره کنه هم سیاست داخلیش. در آن واحد اینطور نیست که چون مشکلات داخلی داره به سیاست خارجی نمیپردازه. الان برنامهشون این است که برگردم به برجام، هر چی زودتر بهتر، برای که میگن تیم ما همونه، تونی بلیک، جک سالیوان، ویلیام برنز، تیم اون طرف همونه، آقای روحانی، آقای ظریف، عراقچی، تخت روانچی، اینها همه که با برجام توافق کردیم، بنابراین به سرعت برگردیم به برجام. اما مشکلاتی وجود، یه مشکل کشورهای
خلیج فارس هستن، اسرائیل هستن. حالا میگیم اینا برای آقای بایدن اونقدر مهم نخواهم بود که برای آقای ترامپ بودن. اروپا هست. خود آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگه مذاکرات موشکی رو وارد کنیم. مذاکرات موشکی رو وارد بکنن خدا میدونه چقدر طول میکشه. اصلا و ابدا دیگه برگشتن به اون برجام به این سهولت نخواهد. مشکلات دیگری با خود کنگره دارن که دوستانم اشاره کردن. نه فقط آقای شومر، آقای منندز که رئیس کمیته خارجی خواهد بود، اونم مخالف برجام بود. اونم سوال بسیار سختی هر روز از آقای تونی بلینکن توی مراسم تاییدش کرد. و یکی از جایی که واقعا برجسته کرد این بود که خب شما اگه تمام این کارتایی رو که دارید صرف حل مسئله اتمی بکنید، بقیه مسئله چی میشه؟ و این سوالی است که آقای بلینکن در مقابلش قرار گرفته، به این دلیل که گفتن با وجود اینکه می‌خوایم برگردیم به برجام راه طولانی در پیشه. خانم هین هم همینه گفت. الان آقای ویلیام برنز هم که رفته به CIA، حالا اونم میشه پرداخت. خیلی مهم خواهد بود رولش، برای که باید روی راستی آزمایی تعهدات بازگشت ایران به برجام صحه بذاره. و تمام این مشکلات باعث میشه که بگن به این سهولت نخواهد. خب آقای آهی، همینجا از شما میخواستم اینو بپرسم که در مذاکره تحریم بالاخره یه حربه خواهد بود. این حربه رو آقای بایدن چطور میخواد ازش استفاده بکنه؟ همینطور که نمیتونه بگه مذاکره کنیم به نتیجه برسیم بدون اینکه یک جایگزینی وجود داشته باشه. ببینید الان مشکل بیشتر اون طرفه، سمت ایرانه. صحیح. برای که فکر میکنن مهمترین مسئله برجام هست، در حالی که مهمترین مسئله تو ایران الان جانشینیه، به فکر آینده خودشون هستن. مشکل دوم امنیت داخلیه، مشکل اقتصادی مشکل سومیه و به علت مشکل دومی، و برجام مشکل چهارمیه به علت سومی و دومی. بنابراین دست آقای روحانی رو هم بسته آقای خامنه‌ای و به خصوص آقای ولایتی که خب نزدیک به روسا هم هست و الان وارد صحبت شدن، دارن میگن اصرار بکنین تمام تحریما رو بردارن. تمام تحریما بعضیش برمیگرده به زمان آقای کلینتون. به این سهولت نیست که بردارن. بنابراین مشکل زیاده. بس. خانم پزشک، آقای فرهنگ اشاره کردن به مشکلاتی که خود موضوع ایران، رفتار حکومت ایران در کنگره داره، ولی ما میدونیم که در انتخابات اخیر اکثریت سنا در اختیار دموکرات ها قرار گرفته، همینطور در کنگره، در مجلس نمایندگان منظورم هست، خب وضعیتشون بد نیست. رئیس جمهور هم که آقای بایدن هست. در کنگره میشه که فضا رو تغییر بدن به این معنا که همراهی بیشتری باشه با مسئله مذاکره با ایران، برای اینکه از نظر خودشون تهدید ایران رو مهار بکنند؟ برای مذاکره بله، یعنی به طور کل اتفاقی که از زمان آقای اوباما شروع شد به دلیل رفتار آقای نتانیاهو در مواجهه با آقای اوباما، یعنی اگه خاطرتون باشه آقای نتانیاهو در کنگره جمهوری‌خواه علیه رئیس جمهور دموکرات سخنرانی کرد، علیه یکی از مهمترین دستاوردهاش که برجام بود و از اونها خواست که جلوی برجام رو بگیرن. تیم آقای اوباما و همینطور دموکرات ها در مجموع فاصله گرفتن از اسرائیل، یعنی مثل گذشته نیست که واقعا اسرائیل در هر دو حزب به یک میزان کافی از حمایت برخوردار بود. هنوز همطوری که دوستانم نام بردن، دموکرات های مشهوری سرشناس و از رهبران اونها در چه در سنا و چه در کنگره هستن که حامی شدید اسرائیل هستن، ولی در این حال همونطوری که گفتم به خاطر اینکه این میراث آقای اوباما هست و یه بخشی از دموکرات ها فاصله بیشتری گرفتن از اسرائیل، احتمال اینکه حاضر باشن در مورد ایران یک کارت سبزی به آقای بایدن بدن زیاد هست. ولی باز این برمیگرده به ایران، یعنی خب شما در نظر بگیرید که رفتار ایران خیلی تعیین کننده خواهد بود. سیاست هایی که الان ایران در منطقه در پیش گرفته، یا اگر تکرار چیزی باشه که در دوران آقای اوباما و بعد از برجام دیدیم، آزمایش‌های موشکی که روش به عبری نوشته بودن اسرائیل باید نابود بشه، یا اون ملوانان آمریکایی که اونطوری دستگیر کردن، فیلم برداری کردن، این قبیل اتفاقات و سیاست‌ها رو اگه داشته باشیم، مسلماً هیچ کسی در حزب دموکرات اصلا سرمایه خودش رو نمیاد خرج بکنه برای اینکه مذاکراتی با ایران باشه. یک مسئله مهمتر از اینها این هست که فرض کنیم اصلا با موفقیت برگشتیم به برجام و هم ایالات متحده تحریم‌های ثانویه رو لغو کرد و تمام تحریم‌هایی که
تحت برجام لغو شده بود و حتی ایران برگشت به جایی که بود. مثلا اینجاست هر دوی این دو کشور میدونن که این برجام به یک بند و وصله و در دولت بعدی جمهوری خواه احتمال اینکه رئیس جمهور بعدی باز بیاد و 180 درجه تغییر بکنه سیاست آمریکا وجود داره و به نظرم نمیاد که خیلی مشوقی وجود داشته باشه که قرار باشه برجام رو به این شکل حفظ کرد و حل ریشه ای مشکلات فکر میکنم شاید کلیدش در دست ایران باشه، اینکه ایران آیا میخواد در دوره آقای بایدن واقعا مشکلاتش رو به طور ریشه ای با ایالات متحده رفع بکنه یا اینکه نه فقط میخواد به طور مقطعی زمانی بخره برای خودش. آقای فرهنگ، شما به موضوع هسته ای اشاره کردید، به این موضوع اشاره کردید که ایران مشکلاتی بسیار مبنایی با آمریکا داره، از اون طرف هم خب آقای بلینکن در سنا می گفت که به دلیل سیاست های آقای ترامپ ایران محدودیت های موجود بر برنامه اتمی خودش رو کاهش داده و الان زمان گریز به سمت سلاح هسته‌ای به 3-4 ماه کاهش پیدا کرده، دقیقا زمانی که به گفته آقای بلینکن در ابتدای برجام در حقیقت رسیده بودن، در ابتدای قبل از اینکه حالا برجام رو به عنوان یک توافق بهش تن بدن. ایران آیا از حربه های خودش میتونه استفاده بکنه برای اینکه از غرب امتیاز بگیره، مشخصا از آمریکا؟ اجازه بدید در فرق این نکته رو، آقای سجادی سوء تفاهمی بود در گفتارشون، من نگفتم که اولویت دولت بایدن سیاست خارجی و یا محارب برنامه هستی. سوال شما این بر رابطه با روابط بایدن با ایران بود، گفتم اولویت بایدن و به طور کلی کارشناسان سیاست خارجی در آمریکا در درجه اول مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران در این رابطه. اما بعد نکته سوالی که شما کردید ممکنه خلاصش مطرح بکنه سوال رو. عرض من این بود که شما اشاره کردید خب ایران برنامه اتمیش یک مسئله است و همینطور دشمنی مبناییش با آمریکا. آقای بلینکن میگه که الان دوباره زمان گریز در برنامه اتمی ایران به 3-4 ماه کاهش پیدا کرده، به این معنا که دست ایران بسته نیست، ایران هم اهرمی داره، همین برنامه اتمی اهرمی است در دست او. بله، ایران این اهرم داره فقط در دنیای تئوری، نه در دنیای، یعنی اگر ایران بخواد از عهدنامه من گسترش هسته‌ای خارج بشه و توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، جنگ اجتناب ناپذیر، هم در رابطه با منطقه و هم در رابطه با منافع آمریکا. بنابراین این مسئله بسیار پیچیده. اجازه بدید روشن‌تر از این در رابطه با مشکل ایران، در قرن 20 4 انقلاب اتفاق افتاد. بله. روسیه، اتحاد جماهیر شوروی، چین، کوبا، ایران، اینا از زمین تا آسمون با هم دیگه فرق می‌کردن در نظر ایدئولوژی و ادعاها و آرزومندی‌ها، ولی در یک مورد کاملا مشترک بودن و اون رسالت صدور انقلاب بود. اون سه تا کشور به این نتیجه رسیدن که انقلاب کالا نیست که صادر بشه. ایران هنوز به اون نتیجه نرسیده، یعنی بر مبنای رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس گذشته که تموم شد، در آخرین سخنرانی خودش گفت ما تا کنون به سوریه 30 بیلیون دلار کمک کردیم. رئیس حزب الله لبنان میگه تمام مخارج ما، حقوق ما و تمام نیاز نظامی همه رو ایران تایید. بر چه مبنایی؟ دقیقاً بر این مبنا که تشیع یا شیعه‌گری باید به عنوان یک ایدئولوژی صادر بشه. تا زمانی که ایران توی این به اصطلاح سیستم مالی خولیایی زندگی میکنه، تقابلش با دنیا اجتناب ناپذیره. همونطور که آقای آهی توضیح میدادن به طور صحیح، خیلی از نمایندگان در آمریکا و به طور کلی افکار عمومی و صاحب منصبان و کارشناسان سیاست خارجی تحت هیچ عنوانی حاضر نیستند بپذیرند که ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. اینه که ایرانه این موضوع، اگر ایران این مسئله رو حل بکنه، دست از صدور انقلاب برداره و سیاست خارجی کشور بر مبنای منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه بنا بشه، در اون موقع این رژیم میتونه مثل کشورهای دیگه با دنیا زندگی بکنه. آقای سجادی 1.5 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. ممنون.
من بحث کلانتری رو میخوام مطرح کنم جناب موسوی. ببینید واقعیت امنه که از نظر من دولت ایالات متحده دغدغش با ایران نه سلاح‌های اتمی، نه سلاح‌های موشک‌هاست، نه تروریسم، نه حقوق بشر و دموکراسی. ببینید مسئله اینه که در حکومتی در ایران سال 50 سرکار اومده که بنا به هر دلیل به قول آقای دکتر زری تصمیم گرفته نوع دیگری زندگی کنه، با لایف استایل آمریکایی نخواست زندگی کنه، با هژمونی و اتوریته آمریکا نخواست زندگی کنه و این اتهام اصلیشه. اگر ایران بتونه سر این قضیه به یک سازش برسه به آمریکا، همونجوری که خیلی از حکومت‌ها، دولت‌های مالی خولیایی و حیولا در منطقه مثل عربستان سعودی که خاشقچی رو در روز روشن در اسید حل می‌کنه، بهترین مناسبات رو با آمریکا داره. دغدغه آمریکا اینا نیست، پیش دغدغه اصلی ما میگم به قول ریاضیون میگن تعریف درست قضیه دو سوم راه حل قضیه توش هست. ما باید مسئله بین ایران و آمریکا رو درست تعریف کنیم تا به راه حل برسیم. اگر ایران همین امروز بنا به هر دلیلی اون هژمونی، اون اتوریته، اون نظمی که جورج بوش پدر برطرفش کرد بعد از فروش شوروی تحت عنوان نظم نوین جهانی رو تمکین کنه، نه با اتمیش مشکل دارن، نه با دموکراسیش مشکل دارن، نه با ادعای تروریستی. مسئله اینه که یک حکومتی در ایران اومده رأس کار که نمیخواد تن به هژمونی آمریکا بده. این پروژه مشکل اصلیه. وگرنه تمام این 42 سال گذشته صرف اتینا شد، صرف مسئله شد که دغدغه نبود. من فکر می‌کنم بنز کافی وقت رو گرفتم، بیش از در خدمتتون می‌خوام باشم. بسیار خوب، ممنونم از شما. و جنبندی آخر میرسه با آقای آهی. آقای آهی شما حدود 2.5 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. من اصلا فکر نمی کنم مشکل اینه که آقای سجادی گفتن روسیه هم هژمونی آمریکا رو قبول نداره ولی با اسرائیل میتونه زندگی بکنه، قصد از بین بردن اسرائیل نداره، میخواد توی نظم جهانی اونجوری که هست زندگی بکنه. نه، مشکل چیز دیگری است. اولا یه مشکل تاکتیکی که آقای خامنه‌ای دارن میکنه اینه که به علت همین مشکلات آمریکا که ما داشتیم مطرح میکردیم که واقعا هم وجود داره، محاسبات ایشون این شده که الان آمریکا ضعیفه، میشه بربرداری کرد. این موجب نگرانی تیم مذاکره کننده برجان ایران هست. این موجب نگرانی اینه که راه رو دارن غیر ممکن میکنن. آقای روحانی به طرق مختلف اینو گفته، آقای ظریف گفتش که من اصلا تسهیل کننده هستم، من سیاست خارجی رو چیز نمی کنم، وضع نمی کنم. این اشتباه کار دستشون میده. ولی عمیق‌تر از اینا دلیل این هست که ایران نمیتونه تحت جمهوری اسلامی از اون صدور انقلاب خارج بشه، برای اینی که این چیزایی که از نظر دولت‌های خارجی خارج مرز ایران هستن، از نظر مردم ایران هم خارج مرز ایران هستن، نجف، کربلا، دره بکا، اینا ارگان‌های درونی این نظام شیعه سالاره. خب آقای آهی، خیلی از کشورها این کارو میکنن، مثلا عربستان سعودی هم در خارج از مرزهای خودش فعالیت گسترده‌ای داره، همین الان ترکیه در جاهای مختلف دنیا از لیبی بگیره تا آذربایجان حضور نظامی داره. یک حکومت کنسرواتیو محافظه کار مثل عربستان که فقط منافع خودش میخواد حفظ بکنه و یه حکومت ریال پولیتیک مثل آقای اردوغان رو با یه حکومت ایدئولوژیک که ایدئولوژیش جهانی هست و نه حفظ منافع مردم ایران، همونطور که آقای دکتر فرنگ گفتن، اینا بالکل با هم فرق دارن. ایران یه رژیم رادیکال انقلابیه، با آقای اردوغان و عربستان خیلی فرق داره، با یه نظام محافظه کار خیلی فرق داره. متشکرم، ممنونم از شهریار آهی، تحلیلگر و فعال سیاسی از استکهلم سوئد، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل از واشنگتن، داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آریزونای آمریکا، و همینطور منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک. و ممنونم از شما که این برنامه رو تا آخر دیدید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش. میتونید به شبکه‌های اجتماعی، به اکانت‌ها و حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هم مراجعه بکنید، از جمله به یوتیوب ما و همینطور به فیسبوک ما. سپاسگزارم از همراهی شما.